به نام خداوند جان و خرد، کز این برتر اندیشه بر نگذرد. خرد برتر از هر چه ایزد بداد، ستایش خرد را به حسابان داد. تو این را دروغ و فسانه مدن، به یکسان روش در زمانه مدن. از او هر چه اندر خورد با خرد، دیگر بر ره رمز معنی دارد. امروز با پنجم و ششمین برنامه از سری برنامه های شاهنامه خوانی و شاهنامه پژوهی در کنار جناب دکتر مازیار قوی‌دل، پژوهنده تاریخ و فرهنگ ایران هستیم. امروز 11 بهمن ماه سال 3759 زردشتی، 2730 مادی، 2580 شاهنشاهی، 1390 یزدگردی، 1400 کوچه محمدی، برابر با 31 ژانویه 2022 ترسانی است. جناب قوی‌دل، به برنامه خودتون خوش آمدید. درود و سپاس از کوشش های شما، کوشش های سرکار یاس مهربان و همه بینندگان رو درود دارم. بهمن ماه یک شنبه پشت سر گذاشته شده، یعنی صده جشن آتش، یکی از چند جشن بزرگ ایرانیان، و امروز در تدارک جشن های آینده ایم. آغاز چله کوچک هستیم و توی چهار و چهاریم، چهار روز پایانی چله بزرگ که تا روز یک شنبه بوده و چهار روز آغازین چله کوچک که میشود چهار روز پس از اون 8 روز. اینا چهار و چهاره، نوروزه و بهاره، هوا بسیار خوب میشه 8 روز، دوباره میریم توی 16 روز سرما و میرسیم به ماه اسفند. خب رسیدیم با آنجا که جناب شهرام، آن دو بیدادگر برفتند باز، آن دو بیدادگر برفتند باز، آن دو بیداد شوم، یکی سوی چین و یکی سوی روم، یا سوی تور و یکی سوی روم. پندهای آشکار و نهان فردوسی رو به یاد داریم که در اینجا پندهای آشکار داشت و اون سخنی که با پروردگار داره و با روزگار داره، بیشتر اینجوری با روزگار، چون این گردش زمانه و این چیزی که پیش میاد که چجوره است، چگونه است که جای پای اون چگونگی پرسش رو در جامیز که عقل آفرین میزندش، سربوسه سربوسه زمهر بر جبین میزندش، در کار خیام دیدی. این کوزگر در چون این جام لطیف، می سازد و باز بر زمین می زندش. پس ما جامی رو که می سازیم بر زمین نزنیم. جناب شهرام، ما بچه هایی داریم که به جهان میان، اینها رو بسیار دوست می داریم، جشن می گیریم، آگاهی می دیم، مهمونی می گیریم، سور می دیم که این بچه به جهان اومد. بچه یک ساله میشه، دو ساله میشه، هفت ساله میشه، مهد کودک میره، به دبستان و دبیرستان و دانشگاه میره، میاد در بازار کار، اینک این یا همسر مازادتش یا همسر دیگه جوان است، باید بیاد در بازارهای سیاسی فرهنگی کار کنه، بهش میدان نمیدهیم. اینجاست که ما ایرج کش میشویم. ما باید راه بدیم. فرهنگ ایرانی بسیار بسیار به آیندگان راه بده. خب این دو بیدادشون رفتن، اون به سوی اروپا رفت و اون به سوی چین و ترکستان. اینک تابوت فرزند داره به سوی پدر میاد. پدر چشم براه. ما با جناب شهرام گفتگو کردیم، به این بررسی به اینجا رسیدیم که بهتره که من یک بار که میخونم در اون مایرم بگم که بتونیم بیشتر پیش بریم، اگه نه زیاد نمیتونیم پیش بریم. خب فریدون نهاده دو دیده براه. این نهادی واژه کهن ایرانی در زمان گذشته، ما داشتیمش پهلوی ساسانیان، نهاده همون نهاده. فریدون نهاده دو دیده براه، سپاه و کلاه آرزومند شاه. اینا میدونستن که دیگه هنگامی بازگشتنشه. چو هنگام برگشتن شاه بود، پدر زان سخن خود که آگاه بود. این میدونست که این داره میاد. کی که ببینید، ما این کی، یکی این که آگاه نبود زان سخن، یعنی آنچه که پیش آمده بود، یعنی اگر پدر زان سخن خود که آگاه، آن سخنی که
بین آنها اومده و اون کشته شده آگاه نبوده، یا اینکه آن چیزی که کیک امروز در تاجیکستان به کار میبرن، در بخشی از افغانستان به کار میبرن که به جای که میگن کی. فریدون نهاده دو دیده به راه، سپاه و کلاه آرزومند شاه. چو هنگام برگشتن شاه بود، پدر خوان سخن خود که آگاه بود که آشنا بود. همی شاه را تخت فیروزه ساخت، این آگاه بود که اون داره میاد یا نمیدونست چه رخ داده. شاه رو تخت فیروزه شد زیبا کرد، پالودن رو زیبا کرد. همین شاه را تخت فیروزه یا پیروزه ساخت، همین همان تاج را گوهر اندر نشاخت. تاجش را گوهر نشان کرده باشن و اونجا گذاشتن که ببینن. و به این گونه پذیره شدن را بیاراستند، می و رود و رامشگران خواستند، یا می و رود و رامشگران خواستند. تبیره ببردن پیش از درش، ببستن آزین همه کشورش، همه شهرش رو آزین بستند و تبیره و تبل و اینها رو به نزدیک درگاه اون بردند. به زین اندرون بود شاه و سپاه، یکی گرد تیره برآمد زرا. پس اینا رو داده بود شاه، پروان داده بود، اینا رو داشتن درست میکردن. اون بر زین بود، نشسته بر زین بود که یک گردی از دور دیده شد، یکی گرد تیره که پیداست اسب و اسبانی دارن می آین. هیونی برون آمد از تیره گرد، یک جانداری، یک راهواری از اون تیره گرد خودش رو نشون داد. نشسته برو، نشسته بروبر سواری به درد. این بر به او میاد که میاد به اون برمیگرده، یک ویژگی میبخشه به اون کسی که داره میاد، که سپس پایین میگه اون چی هست. من بر عمر رو در برنامه شماره 2 یا 3 گفتم در کوتاهای چند دقیقه. خروشان اون بروبری که میگه نشسته بروبر سواری به درد، خروشان به زاری و دل سوگوار، یکی زر تابوتش اندر کنار. پس این بروبر اینیه که خروشان به زاری و دل سوگوار، یا خروشی بزار و دلی سوگوار، یکی زر تابوتش اندر کنار. به تابوت زر اندرون پرنیان نهاده سر ایرج اندر میان. ابا ناله و آه و با روی زرد، به پیش فریدون شدان شوخ مرد. پس اون مرد، این شوخ چند مانا داره. یکی اینکه شوخ معنی چرکم میده، که شوخ از تن زدن همون چرک. یکی اینکه مرد گستاخ، چون اینجا یه گستاخی هم داره که میاد میتونه اینو بگه که بچه‌ت کشته شده. جاهایی هم بزلگو اینها هم میاد، یعنی آدم زنده دل هم میاد. ابا ناله و آه و با روی زرد، به پیش فریدون شد آن شوخ مرد. خب ز تابوت زر تخت برداشتن، ز تابوت تخت زر تخت برداشتن، که گفتار او خیره برداشتن. چون اون گفت که این تابوت از ایرج دیگه، اون شوخ مرد، اون انسانی که زاران زاران می آمد. اینها باور نکردن که همچی چیزیه، کجا ممکنه دوتا برادر، برادر کوچکترشون رو بکشن؟ مگر شدنی هست؟ در تاریخ پهلوانی ایران هم رخ نداده. ما بازم داریم در این چیزو، شقاد برادرش رستمو به کشتن میده. ز تابوت زر تخته برداشتن، که گفتار او خیره پنداشتن. ز تابوت تا پرنیان برکشید، سر ایرج آمد بریده پدید. ز تابوت تا پرنیان برکشید، سر ایرج آمد بریده پدید. بیفتاد از بس اسب آفرید، بیفتاد از اسب، یا بیفتاد ز اسب، هر دوش اومده، بیفتاد ز اسب آفریدون به خاک. سپه سر به سر جامه کردند خاک. در نمونه نخشوان در ز تابوت تا پرنیان برکشید گفته که یکی سنگ دل پرنیان، یکی سنگ دل پرنیان برکشید، برید سر ایرج آمد پدید. خب پس اینو دیدن و فریدون
یا آفریدون از اسب افتاد. ما نام هایی داریم مانند آناهیت و آفریدون که اینک آشون افتاده، مانند ایزدان که یزدان میگیم اینا افتاده. یک جاهایی هست که آ یا اچ حسبیده به نامه، یعنی با هم، مانند امرداد که امروز میگن مرداد. در مجلس شنیدم گفتگو کرده بودن که آقا جان چرا اینو میگید مرداد یا امرداد؟ گفته بود خب چی آناهیت هم ناهید میگیم. نه، اون آناهیت یک چیز دیگه است، این یه چیز دیگه، این چسبیده به این هست و چسبیده به این نیست. امرداد سواس، آفریدون و آناهیت به هم چسبیدن. امرداد یعنی نه مرداد، بیمرگی، جاودانگی. پس این همون فریدونه که آفریدون بیفته از دست با آفریدون بخواب، سپه سر به سر جامعه کردن چاک، اسب و اسپم آمده. سیاه شد روخان دیدگان شد سپید، که دیدن دگرگونه بود از امید. همه روخاشون از سرخی و خون دویدن و دگرگون شد و سیاه شد و چشماشون به سیاه سپیدی گرایی. چرا؟ چون اونها چشم به راه ایرج جوان بودند، خسرو جوان، کسرای جوان بودند و اینک با پیکر بی جان اون روبرو شدند. چه خسرو یا کسرا که اینجا خسروه، چه خسرو بران گونه یا بدان گونه آمد زرا، چون این بازگشت از پذیره سپاه. این که اینجوری اومد، سپاهی که به پذیره رفته بود چون این بازگشت. چگونه؟ درید درفشا نگونسار کوس، رخ نامداران شده آبنوس. آبنوس چوب تیره هست. تبیره سیه کرده و روی پیل، پراکنده بر تازی اسپانش نیل. تبیره تبل ها رو سیاه پوش کردند و روی پیل ها رو هم بدین گونه، و تازی اسپان تازی رو که میارن برای چیز، اینها رو هم نیلگون کردند. که ما اینو دیدیم که آمدن پس از یورش تازیان و به ویژه آیین شیعه و داستان کربلا، همین رو آوردن، اسبی رو میارن که سیاه پوشش بکنن یا سبز پوشش کنن، اینو از اینجا گرفتن. پس یا اینجا حالا من میرسیم و میگم که در زمان کیومرث ما میبینیم جامعه های پیروزهی میپوشیدن، اینجا میبینیم که نه، سیاه هم میپوشن. پیام سپه پیاده سپه بد، پیاده سپاه پر از خاک سر برگرفتن را. پس این خاک بر سر کردن که امروز لورها هم میکنن، از گذشته دوری در میان ما رخ داد و داشته بوده. خروشیدن پهلوانان به درد، کنان گوشت از بازو آزاده مرد. یا کنان گوشت تن را بران زاد مرد، ما بر خود به مهر زمان گمان. پس اینو دیده، میگه اینو ببین، باز پند آشکار داره میده. ما بر خود به مهر زمان گمان، نه نیکی بود راستی از کمان. کمان کمانیه، تو نمیتونی ازش راستی بگیری. این روزگار کمانی، چهر بالا این هم به همین گونه است. به دیگونه گردد به ما بر سپر، بخواهد رو بودن چو بن موچه. هنگامی که تو رو شادمانی میکنه، خانواده درست میکنی، زن داری، بچه داری، بچه هات بزرگ شدن، نوه داری، خونه زندگی درست کردی، قسطا رو دادی یا کم قسط داری، اینا یهو اون روی خودشو نشون میده. چو دشمنش گیری نماید مهر، اگر دوست خانی نبینیش چهر. این روزگاه اینجونیه. یکی پند گویم تو را من درست، دل از مهر گیتی به باید شست. سپه داغ دل شاه با های هوی، پند فردوسی به پایان رسید. سپه داغ دل شاه با های هوی، یا هوی هویم آمده، سوی باغ ایرج نهادن روز. به روزی کجا جشن شاهان بودی، به اون جایی که روزگاری، این روزی روزگاری، به اون جایی که به کجا که روزگاری جشن شاهان بودی، به اونجا و را پیش در جشنگاه آن بودی. فریدون سر شاه پور جوان، بیامد ببر برگرفتش نوان. بران تخت شاهنشهی بنگرید،
سر تخت را سر تخت را تیره پیشاه دید، سر حوض شاهان و سرو سهی، یا همان حوض شاهان و سرو سهی، درخت گلفشان و بید و بهی، اینهایی که اونجا بوده. این ما در داستان بیژن و منجم که میاد اونجا سیبی و بهی براش میاره، اینها بوده، درخت به رو ما داشتیم. تهی دید از آن یا توهی دید از آزادگان جشنگاه، به ایوان برآورده گرد سیاه، برفشاندن بر تخت خاک سیاه، به کیوان برآمد فغان یا فغان سپاه. اینو خالقی مسکو جنیدی نیوردن. همی کرد های و همی خست روی خستن، همی ریخت اشک و همی کند موی، میان را به زنار خونین ببست، فکند آتش اندر سرای نشست. سرا خانه‌ای که نشستگاه او باشه. ما اینجایی که میگیم خانه، به سرای میگیم خانه. این خانه به چمی اون چیزیه که ما بهش میگیم اتاق. هنوز ما داریمش در مهمون خانه و آشپزخانه، این رو داریم، اگه نه سرای. پس آمد با کمربندی که زمخ بود خودش رو بست، و این نشون میده که ما امروز در خاور دور میبینیم که در نشون میدن در گذشته اینها وقتای سفید میپوشتن و اونگونه میبستن، در ایران هم همین کار رو میکردن. اومد اینو بست و آتش در سرای اون انداخت که بی این فرزند من دیگر نمیخواهم همچنان سرایی. گلستانش برکند و سروان بسوخت، به یک بارگی چشم شادی بدو، نهاده سر ایرج اندر کنار، سر خیش کرده سوی کردگار، همی گفت کی داور دادگر، کی داور دادگر، بدین بین گنه کشته اندر نگر، به خنجر سرش خسته، خسته زخمیه، و خنجر سرش خسته در پیش من، تنش به خنجر سرش خسته در پیش من، زخمی در پیش من بریده، در پیش من تنش خورده شیران از آن انجمن، دل هر دو بیدار از آن سان بسوز، که هرگز نبینند جز تیره روز. نفرین میکنه، به داغ جگرشان کنی آژده، با چیز تیز که انگار میکنن که بخشایی شاید بر ایشان دده، آن چنان اینو آزار بده و بی آزارشون که ددها جانداران رام نشدی گوشتخوار به اینها بخشایش بیارن. همی خواهم از داور کردگار که چندان امانم امان باشد با یابم از روزگار، که از تخم ایرج یکی نامور ببینم، بدین کینه بسته کمر، چون این بیگنه را بریدن سر، ببرد سر آن دو بیداد کرد، چو دیدم چنان زان سپس شایدم، کجا خاک بالا به پایاد به پای لایدم. اگر اون رو ببینم من دیگه میتوانم بمیرم که این رو کنجوی بکنم. بر این گونه بگریز چندین بزار، همی تا گیا رستش اندر کنار، زمین بستر و خاک بالین او، شده تیره روشن جهان بین او، یا اوی هر دو اومده. در بار بسته گشاد زمان، همین گفت زار ای نبرد جوان، کس از تاجداران بدین سان نمرد که تو مردی، که تو مردی نام بردار گفت، سرت را بریده بزار اهرمن، تنت را شده کام شیران کفن، خروش و فغان و دو چشم پرآب، زهر دام و درد برده آرام و خواب. به اندازه این ناله می کرد و زاری می کرد که امان رو از همه بریده بود، همه جانداران هم نمی تونستن، خواب نداشتن، سراسر همه کشور و مرد و زن به هر جا کرده یکی انجمن، همه دیده پر آب و دل پر ز خون، نشسته به تیمار و دردندرون، همه جام کرده کبود و سیاه. این همونه که جناب شهرام بهتون گفتم که ما پیروزی داشتیم، اینا کبود و سیاه هم که امروز هم ما سیاه میپوشیم در اون هست، که باورمندان با این ایرانی سیاه نمیپوشن،
سپید می پوشن. همه جامه کرده کبود و سیاه، همه خاک بر سر به جای کلا. چه مایه چون این روز بگذاشتن، همه زندگی مرگ پنداشتن. سیاه پوش گشتید، اینو تنها جنیدی آورده، همه مرد و زن به هر جا کرده یکی انجمن. جناب شهرام، این روزگار بد رو من بسیار آوردم که دیگه بگذریم ازش. پس به درود میگیم تا درودی دیگر. سپاس از شما جناب قوی‌دل، به درود تا درودی دیگر.